سرخط خبرها و مهمترین ها. استرالیا از بازداشت خودسرانه دختران و زنان افغان به بهانه بدحجابی ابراز نگرانی کرد. سفیر افغانستان: کشورها تاثیرات اجتماعی تبعیض‌های طالبان علیه زنان را جدی بگیرند. سرپیچی از فرمان ملا حبت الله: برخی مقامات طالبان بستگان خود را در ادارات استخدام کردند. و همچنان در پایان، بالاخره سرنوشت مولوی عبدالشکور معلوم شد. مشروع خبرها: مأموریت موقت استرالیا برای افغانستان که از دوحه فعالیت میکند از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان به بهانه نقض قوانین حجاب مورد نظر طالبان ابراز نگرانی نمود. استرالیا تاکید کرده که حقوق اساسی زنان افغانستان باید رعایت شود. مأموریت موقت استرالیا برای افغانستان در شبکه اکس نوشت که از اوایل ماه جنوری به این سو زنان و دختران به خاطر نقض قوانین حجاب مورد نظر طالبان مورد بازداشت و بدرفتاری قرار میگیرند. طالبان در هفته‌های گذشته در شمال و غرب کابل و همچنین بنابر گزارش‌های در مزار شریف دست به بازداشت خودسرانه دختران و زنان به اتهام بدحجابی زده است. وزارت امر بالمعروف طالبان بازداشت شمار از زنان و دختران را بر رسانه ها تایید کرده بود، اما رسما توضیح بیشتر در این مورد داده نشده است. سفیر افغانستان: کشورها تاثیرات اجتماعی تبعیض‌های طالبان علیه زنان را جدی بگیرند. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش گفت طالبان حقوق زنان را به طور نظاممند از بین می‌برد. او با اشاره به افزایش موارد خشونت علیه زنان و ازدواج کودکان گفت کشورهای جهان تاثیر فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان بر جامعه افغانستان را جدی بگیرند. باختری به فاکس نیوز که متن مصاحبه‌اش را روز سه‌شنبه نشر کرد گفت تخلفات و اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان شدت یافته است و جامعه جهانی خواست تا برای مقابله با آن متحد شوند. سرپیچی از فرمان ملا حبت الله: برخ مقامات طالبان بستگان خود را در ادارات استخدام کرده است. شمار از وزیران طالبان برخلاف دستور ملا حبت الله خانزاده رهبر این گروه خویشاوندان و دوستان خود را در پوست های دولتی گماشتند. یافته های بخش بشوی افغانستان انترنشنل نشان می دهد که وزیران داخله و خارجه و معادن طالبان در شمار این وزیران هستند. حقانی ها: سراجیدین حقانی وزیر داخله طالبان از جمله مقام های شناخته شده طالبان است که دستور ملا حبت الله خانزاده را نیز زیر پا گذاشت و بستگان خود را در مناسب عالی دولتی مقرر کرده است. آقای حقانی برادرش حافظ عزیز حقانی را به عنوان منشی خاص خود در وزارت داخله و برادر دیگرش انس حقانی را در کمیسیون تماس با شخصیت‌های خارج از کشور منصوب کرده است. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان هم کاکای سراج‌الدین حقانی است. مالی خان مامای او هم به عنوان معاون وزیر دفاع این گروه منصوب شده است. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان از دیگر مقام‌های ارشد طالبان است که بستگانش را در مناسب دولتی گماشته است. او محمد نبی متقی برادرش را به عنوان منشی ویژه‌اش در وزارت خارجه منصوب کرده است. خبرگزاری مقاومت گزارش می‌دهد هدف نشست دوحه باید پایان دادن به رژیم گروه طالبان باشد. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در واکنش به برگزاری دومی نشست دوحه درباره افغانستان با ابتکار سازمان ملل متحد از دولت‌های شرکت کننده خواسته است که محدودیت‌های سیستماتیک وضع شده از سوی گروه طالبان بر زنان را در نظر داشته و به سود این گروه نباید لابی صورت گیرد. این شبکه روز سه‌شنبه عفده دل و این درخواست را با نشر اعلامیه مدرک کرده است. این شبکه که از سوی زنان معترض رهبری می شود خواستار اعمال فشار بیشتر بر طالبان شده تا این گروه از خشونت و وضع محدودیت بر زندگی زنان دست بردارد. در بخشی از اعلامیه این شبکه آمده است باید نتیجه و هدف این نشست ها برداشتن نظام طالبانی و پایه‌گذاری یک نظام دموکراتیک و انتخاباتی باشد تا زنان به تساوی جنسیتی در افغانستان دست یابند. بلال سروری در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد مولوی عبدالشکور روحانی مورد احترام و بانفوذ در کندوز صدای خود را در برابر ظلم و بی‌عدالتی بلند کرده بود که نشان می‌داد که اولویت فعلی هر عالم دین و روحانی استادن در برابر حاکم ظالم است و ان اعتبار به روحانیون دنبال‌رو طالبان که در برابر ظلم سهم خر کرده است باقی نمانده است. مولوی عبدالشکور توسط افراد طالبان بازدار شده است. این عالم دین روز جمعه در ولایت کندوز طالبان را به انتقاد گرفته بود، اما یک منبع دیگر میگوید که طالبان او را در مقابل خانه‌اش تیرباران کرده است. نزدیکان او تا اکنون در مورد تیرباران شدن او چیزی نگفته است. گزارش‌های مهم تازه از جهان: حماس بعد توافق پیشنهادی آتش بس در غزه پاسخ داد، اسرائیل آن را بررسی می‌کند. وزیر خارجه قطر در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایالات متحده پاسخ حماس چند نکته را در بر می‌گیرد، اما در کل مثبت است.
همزمان با سفر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه برای پیشبرد مذاکرات به اثر بحران غزه، رهبران حماس نیز به توافق پیشنهادی را تجربه از پاسخ دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به پاسخ حماس گفت که حماس تحرکات در مورد توافق برای آزادی گروگان‌ها از خود نشان داده است و واکنش این گروه شبه نظامی را کم بیش از انتظار ارزیابی کرد. در ادامه مذاکرات به اثر تجربه در غزه، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در بیانیه اعلام کرده است که در حال بررسی پاسخ حماس به توافق پیشنهادی است. با گزارش ریوترز در این بیانیه آمده است پاسخ حماس از طریق میانجی خطری به موساد منتقل شده است. مقام‌های مرتبط با مذاکرات دارند آن را به طور کامل ارزیابی می‌کنند. با گزارش ریوترز محمد ابن عبدالرحمن آل‌ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز سه‌شنبه واکنش مقام‌های حماس به توافق پیشنهادی ایالات متحده برای آزادی گروگان‌ها در ازای توقف جنگ در غزه را مثبت ارزیابی کردند. وزیر خارجه قطر این سخنان را در نشست خبری مشترک با انتونی بلینکن در دوحه بیان کرد و افزود ما پاسخ حماس را درباره چارچوب کلی توافق آزادی گروگان‌ها دریافت کردیم. پاسخ آنها چند نکته را در بر می‌گیرد اما در کل مثبت است. با وجود ارزیابی مثبت از واکنش حماس به توافق پیشنهادی، جزئیات محتوای پاسخ این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هنوز منتشر نشده است. همزمان حماس نیز در بیانیه اعلام کرده که پاسخ خود را به میانجیگری‌های کلیدی در این مذاکرات داده است. اشاره این گروه به قطر میزبانی برخی از اصلی‌ترین رهبران حماس و مصر است که در کنار ایالات متحده به عنوان میانجی گفتگوها میان نمایندگان دولت اسرائیل و حماس نقش مهمی را ایفا می‌کنند. رهبران حماس پیش از یک هفته است که توافق را بررسی می‌کنند که در غیاب آنها در نشست پاریس بین مقام‌های ارشد عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی به بحث گذاشته شد. حماس در این بیانیه با اشاره به تجبس جامع و کامل هدف از این پاسخ را پایان دادن به تجاوز علیه مردم فلسطین، تامین کمک رسانی و سرپناه، رفع محاصره نوار غزه، بازسازی آن و تکمیل فرایند تبادل سراب برشمرده است. رویترز بر نقل از غازی هم یکی از مقام‌های ارشد حماس نوشت که این گروه قصد دارد تا بیشترین تعداد ممکن از فلسطینیان را که در زندان‌های اسرائیل آزاد کند. با گفته این مقام حماس، نتانیاهو تلاش می‌کند تا همه را به این باور برساند که برای حفظ دولت ائتلافی خود به پیروزی رسیده یا خواهد رسید. بلینکن در پنجمین دور از سفر به منطقه از آغاز جنگ در غزه که با رهبران عربستان سعودی، مصر و قطر دیدار داشت، گفت پاسخ حماس با اسرائیل به اشتراک گذاشته شده است. او پس از قطر روانه اسرائیل می‌شود تا روز چهارشنبه با مقام‌های اسرائیلی دیدار و گفتگو کند. وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر ضرورت دستیابی به این توافق گفت هنوز کارهای زیاد وجود دارد که باید انجام شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها از جهان و افغانستان کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه‌تان باشد.